تجمع در برابر ساختمان وزارت کار یونان به درگیری خشونت‌آمیز میان تجمع کنندگان و نیروهای پلیس کشیده شد. نیروهای پلیس ضد شورش تلاش کردند با پرتاب گاز اشک‌آور مانع از ورود تجمع کنندگان به داخل ساختمان وزارتخانه بشوند. آنچه باعث خشم این معترضان شده بود انتقاد وزیر کار از خدمات اجتماعی و درمانی بود. او نظام خدمات اجتماعی یونان را نظامی از هم گسیخته و فاسد توصیف کرده بود. دولت یونان برای متقاعد کردن قرض دهندگان بین‌المللی خود بسیاری از خدمات و تسهیلات اجتماعی از جمله حقوق بیکاری و حقوق بازنشستگان را کاهش داده است. نیروهای پلیس حدود 30 نفر از تجمع کنندگان را که از اعضای اتحادیه کارگری وابسته به حزب کمونیست بودند بازداشت کردند. تجمع کنندگان تلاش کردند مانع از حرکت اتوبوس حامل افراد بازداشت شده بشوند. اعتراضا به تدابیر ریاضتی دولت از دو هفته قبل دوباره بالا گرفته است. هفته گذشته دولت کارکنان اعتصاب کننده مترو را پس از 9 روز اعتصاب مجبور کرد که به سر کار خود بازگردند. این معترض خشمگین میگوید آنها به نفع قدرتمندان کار میکنند. آنها میخواهند ما را بکشند. هر روز ما را سرکوب میکنند. ببینید این چه رژیمی است که ما داریم. به گزارش شاهدان عینی دست کم دو نفر از تجمع کنندگان مجروح شدند.